برنامه‌مون مهربونیه، ما شنیدیم تو خیلی آدم مهربونی هستی، اصلا اهل دعوا و درگیری نیستی. نه بجز یه باری که دیه دادم. آستانه تحملت کجاست؟ بجز یک باری که دیه دادم نه، اصلا آدم خیلی نه. نه جدی. عرضم نه واقعا جدا یه بار دیه دادم، ولی خب حالا چون بعد آموزی داره تعریف نمی‌کنم. چی شده بگونم؟ یه چیه 30 نفر ریختن سر با ما رو زدن، بعد ما هم یود احساس کردم. فکر کن 30 نفر رو زده. نه من 3 نفر از اون 30 نفر زدم، فکر کنم آره لیان شامپو یه چیزی گرفتیم دستمون زدیم و بعدم خب خیلی این مال خیلی جوان‌تریا بوده. بله 10 سال پیشه. خب ولی آستانه تحملت اصولا بالاست. یه مقداری بله، اصلا به نظر من بازیگر باید آستانه تحملش بالا باشه. چی باعث میشه از کوره در بری؟ نقاط ضعفت چیه؟ بی احترامی. من خیلی طرفدار احترامم، یعنی معتقدم که آدم‌ها اگر واقعا توی زندگیشون به این فکر کنن هر کلامی که از دهانشون در میاد، هر رفتاری که میکنن مجوزی صادر میکنن برای خراب کردن یک رابطه، برای خراب کردن یک فضا و یک زمان و یک خاطره. و وقتی این اتفاق میفته من خیلی به هم میریزم. خب تو شغل ما دیگه شما استاد بنده هستید، میدونید که در خیلی از مواقع خطوطی که باید رعایت بشه رعایت نمیشه، اون منو به هم میریزه. من یه چیزی هم شنیدم که شاید این توی من و تو مشترک باشه، در ضعف نقطه ضعف را درباره کودکان و حیوانات به شدت درسته؟ بله. آره منم اینجوری. شما اینجوری هست؟ آره. من میتونم در حقیقت قتل انجام بدم. آره. آره اگر کسی دست روی بچه بلند بکنه، حیوانی رو آزار بده، واقعا به هم میریزم و واقعا اون لحظه مغزم آف میشه، یعنی تبدیل میشم به یک موجود عجیب غریب که خودم نمیشناسم. یه حیوان خانگی هم داری؟ یه توتی داری نه؟ فندق. فندق اسمش. خب تفریح اصلی چیه؟ فکر کردن، خیلی فکر میکنم راجب مسائل مختلف. مثلا یه روز میشینم فکر میکنم میگم خب چی میشد اگه دوربین بغل آینه بغل ماشین تبدیل به دوربین میشد. خب بعد چند سال بعد میبینم یه برندی میاد این کارو میکنه، خیلی تخیل میکنم. برای این کار باید تنها باشی؟ نه نه نه، خیلی وقتا وسط حرف زدن دارم. وسط حرف زدن. بله بله. حضور الیکا اذیتت نمیکنه تو این فکر کردن؟ نه نه نه، الیکا وقتی هست انقدر حرف برای گفتن داره و داریم داره و داریم که خیلی زمان با همدیگه بهمون خوش میگذره و زمان کوتاه میشه برامون و خیلی خوش انرژیه. این از همه چی مهمتره. من سلام علیکم، من دیگه میترسم این آقای امین زندگانی هم که بذارید من این هی باید این رو بس کنم. همونی که عکساشون رو جمع میکردیم، همونی که عاشقش بودیم. آقای امین زندگانی؟ ارادت مندم خانم. بیا بشین اینو بذارم بغلت اینجا. درست شد. آقای امین زندگانی واقعی؟ آره. ببخشید اجازه هست؟ خواهش تمیز بود. واقعیه. ماشاءالله ماشاءالله، چه کیفیت فول اچ دی. 4K. من اجازه دارم در همجواری شما بفرمایید؟ اینجا؟ بله اجازه هست؟ بله بله. ماشاءالله روزگار با شما چه کرده. خواهش می‌کنم. من بسیار مشغول شدم که شما در جمع ما هستید. من خبر نداشتم پذیرایی چیزی شدی؟ بله 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 دوستان، پشت صحنه از دم در پذیرایی شروع شد. من اومدم بیام تو، دوست عزیز گفتش که ماشین رو ببر بغل دست ماشین خانومتون پارک کنین. ایشون قرار بود آموزشگاه باشن تدریس کنن. رسیدیم تو، یکی گفت به خانم عبدالرزاقی بگین که برن تو اتاق، همسرشون اومدن. اومدیم تو، تر تهیه کننده محترم اومدن گفتن که الیکا داره گریم میشه. بعد فهمیدم که من قراره که این وسط مثلا سورپرایز شم. واقعا خسته نباشید. خسته نباشید. از قدیم گفتن مار از پونه بعدش میاد دم لونش هم سخت میشه. بله خواهش کنم. آقای امین زندگانی. بله بله. اجازه هست من یه صحبتی با ایشون کنم؟ شما یه ضرب المثل درست گفتم. اولین بار بود درست. بله بله بله. منو دیدین مثل که کلن بله خیلی خیلی اجازه دارم از خوشحالی. خواهش میکنم. آقای امین زندگانی، من از طرفدارای پرباقرص شما هستم. من همه عکسای شما رو جمع میکنم. شما هنرمند مردمی هستین. من با عکسای شما رو جمع میکنم، خیلی دوست دارم، فیلمای شما رو دنبال میکنم. بعد همه اونا رو آلبوم کردم. حالا سر فرصت من نشون میدم. بله بله کاملا بله. برای همین گفتن وقت بین ما خیلی سریع میگذره. بله درسته.
بله. گذر زمان خیلی آرزو داشتم ایشونو از نزدیک ببینم باهاشون حرف بزنم. منم همینطور. بله البته میدونین قبلا عکسای شما رو جمع کردن خیلی راحت تر بود. قبلا عکسای شما رو قشنگ اینجوری پاره می‌کردم، من مجله می‌چسبوندم توی آلبوم. الان یه خورده سخت‌تر شده. یه چند سالی از این خانومتونم توی عکس ها همه جا هست، بنده خدا همه جا هست. بله بعد دیگه خب کار ما رو سخت میکنه دیگه، من این مجبورم عکس ها رو دور بر کنم، عکس شما رو بچسبونم توی آلبوم، عکس اون بنده خدا رو مچاله کنم پرت کنم بیرون. قبول کرده نیاز به تفکر دارم. بله من آقای مدیری عرض کردم. بله خواهش میکنم، من این وقت مزاحم صحبت کردم نه شما هم حالا خانم عبدالرزاقی باشین و حالا باشه خیلی خوب حالا انسان بزنیم الان به عنوان همسرشون یه ذره گپ بزنیم و یعنی یکی از معدود نقشایی که الیکا خیلی زحمتی نکشته، خیلی به خودش نزدیکه. این ظاهر جدی همیشه که اینجوری نیست، یعنی خیلی فانه و خیلی مهربون و خیلی شوخه. و اصولاً چیزی که وجود داره چیزی که وجود داره در مورد امین اینه که همه معتقدن که امین خیلی جدیه، خیلی آروم و متینه و تو اصولاً خود شلوغی و شیطونی و اینا. بعد چه جوری میشه که شما کنار هم قرار میگیرین؟ واقعیتش اینه که امین بسیار شیطونه، بسیار شلوغه، بسیار حرافه، خیلی یعنی در تمام مدت ما تو خونه ای اصولاً یه فان دائمی داره. یه سری سوال کنم؟ حتما بله. آره. الیکا بازیگر خوبیه؟ بسیار بله. چرا؟ بله. ببینید بازیگری که توی تیم آقای مدیری بتونه بدرخشه و اون نظراتی رو که آقای مدیری به عنوان کارگردانی سختگیر در زمینه طنز و کارگردانی سرشناس و متخصص، این که خودتون اینجا تشریف دارین عرضه میکنم، واقعیتی که وجود داره بتونه خودش رو در حقیقت به یک درخششی برسونه و بتونه اون نقشی رو که مد نظر شماست در بیاره، خب قاعدتا امتحان خودش رو پس داده. چون من معتقدم بازی فانتزی، بازی طنز بسیار سخت‌تر از بازی رئال هست و یک شناخت برتری از کاراکتر و یک شناخت برتری از اجتماع میخواد و این که شما بتونید زبان مشترکی با کارگردان پیدا بکنید بسیار کار سخت و علل خصوص کارگردان مثل شما که بسیار سخت گیر هستن سر کار. واقعا وقتی شما سر پشت صحنه کار آقای مدیری میرین انقدر سکوت هست که میگین مگه موجود زندگی هم تو این استودیو وجود داره و هیچ نوع خشونتی وجود نداره. یعنی انقدر خودشون اون اتوریتهشون رو حفظ میکنن و جدی هستن تو کار، آدم لذت میبره. و خب توی همچین فضایی رشد کردن و بالا اومدن بسیار کار سختی و این نشون میده که الیکا قربونتون برم بسیار و به نظر منم و به نظر منم حالا توی گفتگوها هم گفتم الیکا عبدالرزاقی که از بهترین بازیگران خانم در ایرانه. شما لطف دارید از خیلی جهات میتونم ساعت‌ها حرف بزنم و بگم چرا. مرسی، شرمنده میکنی. میتونی بگی آرزوی امین چیه، رویاش چیه؟ اصولا خب خیلی رویا پردازه، برای همین نمیتونم بگم یک رویا داره. شاخصترینش چیزی که خیلی براش مهمه و دوست داره که اتفاق بیفته فکر میکنم اینه که یک مدرسه بزرگ سینما و تئاتر تأسیس بکنه که بچه ها از بچگی برن تحصیل بکنن توی این رشته. یعنی از کودکی از پایه. بله بله. چقدر عالی. و البته یه بخش دیگه هم داره که یادم به مرحوم استاد سمندریان عزیز عرض کردم، گفتم من اومدم توی این حرفه بتون اون موقع فکر میکنم خیلی پول در میاریم مثلا بازیگرش چه خبره، بعد گفتم اومدم که اگر موفق شدم از درآمدم بتونم یه در حقیقت جایی رو اندازی بکنم که بچه‌هایی که بضاعت مالی ندارن استعداداشون از بین میره رو بتونم اونجا جمع کنم. این آرزو الان داره تکمیل میشه کنار این قضیه. و برعکس و برعکس فکر میکنم الیکا آرزوش اینه که یک آرامشی همیشه داشته باشه و یک بی‌دغدغگی و یک عدم نگرانی که خیلی زودم بهش برسه و خیلی آرزومند آرزوهای دیگرانه. یعنی من تو دعا کردناش، تو حرف زدناش میبینم که خیلی دوست داره دیگران به آرزوشون برسن، خیلی برای دیگران دعا میکنه، علی‌خصوص برای منم خیلی دعا میکنه.
خیلی از لحاظ روحی قوی تر از منه و یک جایی که من کم میارم واقعا به این لحظات آرامش بخشی که الان یه نمونهشو داشتیم. حالا آخر بپرسم و یه کاری یه چیزی یک فرصتی داده میشه بهت که میتونی به یک سیاره ای بری. بله. یک نفر رو میتونی با خودت ببری و سه تا شی. درسته. چیا رو انتخاب؟ نفر که نه، فندق رو میبره. نه، فندق توی سیاره نمیتونه نفس بکشه پرواز کنه برای ممکنه اون سیاره مثل زمین نباشه. الان الیکا اینجا نشسته فکر میکنی؟ نه، دارم یه راهکاری پیدا میکنم که از طریق الیکا بتونم اتفاقات دیگرم ایجاد بکنم. یه نفر رو میتونی ببری و سه تا شی. سه تا شی. یک نفر رو جامو میدم به الیکا. بعد فهم آها میخواد کلن خلاص شه. نمیرم نه جامو میدم به الیکا، فندق رو میذارم توی چمدون، بعد اون کسی که بعد بره چمدون رو میدم دستش که میتونه مادرم باشه، با الیکا برن اونجا دیگه کلهم من در زمین نفس رو آهدی. نه واقعا سخته، نمیشه گفت، نمیتونم بگم سخته. خب سوال. آره آره سخت، چون هر کی به یه نوعی عزیزه. اگه دست خودم باشه و بدونم آخرین گریزگاه برای زنده ماندن و تداوم حیات، مطمئنم جای خودم میدم، جای خودم میدم که تداوم. شما چی؟ یه نفر با سه تا شی. یه نفر با سه تا شی. یه نفر امینو میبرم. خوش اومد دست شما. ببین چه معرفتی. و اون چی گفت؟ خب دلیلی که میبره چیه آقای مدیر؟ دیگه اصلا ولش. نه دیگه آقا آشپزی. این تفاوت خانم هاست و آقایان. ببینی؟ بله. من خودم رو عزیز کنم یکم. خب امین رو میبری سه تا شی؟ اسلحه؟ امینو میکشم اونجا. سه تا شی قطعاً. خب قاعدتا باید موبایلم هم ببرم یا نبرم؟ ببر هر چیز. موبایلم هم میبرم. خب. شارژرش هم ببرم. شارژرش میشه دو تا شی. بعد دیگه گوش نمیمونیم. چی ببرم؟ پریز برق اونجا هست. پریز برق؟ با پریز برق. موبایل میبرن و شارژر و پریز برق و امین. خیلی خیلی یکی از خسته که نشدی ای جان. سه تا میگم، سه تا چی؟ گفتگومون تموم شد. بله بله. یکی از تمریناتی که به شاگردا میدی شنیدم که تمرکزه. بله درسته. چه جوریه؟ من تمرکز رو با متن میدم، یعنی هیچ چیز فیزیکی نداره؟ نه 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 نه. چرا یه سری تمرینات ریلکسیشن دارم با موزیک و توضیحاتی که روش میدم که الان امکانش نیست چون همه باید بیان دراز بکشن. این سری تمرینای تمرکزی که هم تمرکز هم همزمان باید دیالوگ بگم، مثل مثلث. بله بله بله. خب یه سری حرکات هست مثلا. آره اگه منظورتون این هست، بله میگم مثلا با دست چپ دایره بکشیم، با دست راست مثلث و حرفم بزنین، دیالوگتون هم بگین. خب معمولا اتفاق نمیفته. دور همی اسم خیلی زیباییه. ما خیلی جاها دور همیم، توی خونه، توی دانشگاه، توی مدرسه، توی فضای مجازی. ولی یادمون باشه اگر دور همی با این شادی داره اتفاق میفته، ما بابت این آرامشش سالها تاریخ دادیم، سالها خاطره دادیم، سالها جوون دادیم و سالها غیرت گذاشتیم وسط که این آرامش وجود داشته باشه. هستند الانی کسایی که خارج از این مرزها برای این دوره همی‌ها دارن زحمت میکشن. پس شأن خودمون رو بدونیم توی فضای مجازی، بدونیم که این آرامش، این امکاناتی که داریم به خاطر نبود چه کسانی است و حرمت بذاریم به خودمون، به تاریخمون، به استقلالمون و به فرهنگمون و همیشه سعی کنیم ایرانی باشیم که توی ذهنمون ازش یه تصور و یک تخیلی داریم. به احترام همون عزیزانی که باعث شدن این دوره همیو به این خوبی برگزار بشه و هنرمندان عزیز، یه دست قشنگ. خوب میشه. مرسی شما. و
از ته 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 دلم آرزو میکنم که همینجور خوب، همینجور خوشحال، همینطور با عشق زندگی کنید سالهای سال و هر روز بیشتر بدرخشید، چه در حرفتون چه در زندگی، و آرزوی بهترین ها رو براتون دارم. تو چندان من برای شما برونتون. خیلی ممنون. متشکرم، خیلی ممنون، مرسی، خیلی ممنون.